به نام خدا. دوره‌ای که در حال حاضر در خدمت شما هستیم دوره آموزش مقدماتی نرم افزار سالید ورکس است که در قالب یک مثال علمی قرارمون رو پیش ببریم. در این دوره قصد داریم که با استفاده از قسمت‌های مختلفی که در نرم افزار سالید ورکس وجود داره یک جک هیدرولیک رو به صورت کامل طراحی کنیم. برای طراحی این جک ما از قسمت‌های مختلف نرم افزار کمک می‌گیریم و با اونها آشنا میشیم و به تسلط بسیار خوبی در اون قسمت ها خواهیم رسید. قبل از اینکه من وارد بحث بشم نرم افزار سالید ورکس رو اجرا میکنم تا بالا اومدن نرم افزار شروع بشه. میبینید که من نرم افزار سالید ورکس 2018 رو روی سیستم خودم نصب کردم و اگر قصد دارین که از فایل هایی که در پیوست این ویدیو قرار داره استفاده کنید شما هم باید از سالید ورکس 2018 یا نسخه های بالاتر اون استفاده کنید. در حال حاضر مشاهده می کنید که محیط گرافیکی نرم افزار برای من بالا اومده. اولین صفحه‌ای که شما در محیط نرم افزار سالید ورکس مشاهده می کنید صفحه ویلکام هستش. شما در این صفحه می تونید مدل سازی خودتون رو با استفاده از قسمت نیو شروع کنید. انواع مختلفی از مدل سازی وجود داره. مدل سازی پارت که برای طراحی قطعات شما هستش، مدل سازی اسمبلی که برای ایجاد مجموعه های مونتاژی از اون استفاده میکنیم و مدل سازی دروینگ که برای ایجاد نقشه های مهندسی از اون کمک میگیریم که بعد از این ویدیو وارد قسمت های مختلف هر یک از اینها میشیم و توضیحاتی رو در مورد اونها خدمت شما ارائه میکنیم. در پایین این قسمت میبینید که ریسنت داکیومنت برای شما نمایش داده میشه. فایل هایی که شما اخیراً در نرم افزار طراحی کردین رو در این قسمت نمایش میده و اگر نیاز داشته باشین میتونید اون فایل ها رو برای خودتون فراخوانی کنید. در پایین اون نیز یک سری از فایل ها برای شما نمایش داده میشه با محل قرارگیری اونها در سیستمتون که اگر نیاز داشته باشین میتونید اون فایل ها رو نیز روی سیستم خودتون باز کنید و با استفاده از ریسورسز نرم افزار میتونید به صفحه هلپ یا داکیومنت نرم افزار دسترسی پیدا کنید و یک سری از آموزش های کلی رو در مورد نرم افزار برای خودتون فراخوانی کنید. خب من مدلی که قراره در این دوره با هم اون رو کار کنیم رو به شما نمایش میدم. من روی مدل میزنم، بعد از چند ثانیه مشاهده میکنید که محیط نرم افزار برای من شروع به تغییر میکنه و قطعات من رو برای من فراخوانی خواهد کرد. خب میبینید که من این جک رو بدین صورت طراحی کردم. از 10 قطعه تشکیل شده. قطعات مختلفی در این جک وجود داره که شما اونها رو در این تصویر مشاهده میکنید. من اگر این بدنه رو به صورت شفاف قرار بدم مشاهده میکنید که یک سری از قطعات نیز در داخل این قسمت وجود داره و شما با حرکت دادن این قسمت میتونید حرکتی که در جک هیدرولیک خودتون وجود داره رو مشاهده کنید. خب قراره که ما در این دوره شروع به طراحی قطعات مختلفی که در این جک وجود داره کنیم. قطعات موجود رو دونه دونه طراحی میکنیم. به عنوان مثال قطعاتی که در اینجا وجود داره دونه دونه در محیط پارت طراحی میشه. تریک هایی که برای طراحی هر یک از اینها وجود داره خدمت شما گفته خواهد شد. روش های مختلفی که شما میتونید برای طراحی خودتون استفاده کنید تا خروجی مورد نظر رو بگیرید به شما گفته میشه. از صفر ما شروع میکنیم و تمام نکات طراحی رو خدمت شما ارائه میکنیم. بعد از اون تمام این قطعات رو به محیط اسمبلی میاریم. رنگ بندی اون رو میتونیم بدین صورت انجام بدیم و اونها رو روی هم مونتاژ کنیم و در نهایت میتونیم وارد محیط دروینگ بشیم و نقشه های خودمون رو که میتونه از قطعات تکی باشه یا از قطعات و مجموعه های ما باشه تهیه کنیم تا اگر نیاز به ساخته این جک داریم بتونیم این جک رو با استفاده از این نقشه ها تهیه و بسازیم. خب لطفاً با ما همراه باشید تا وارد بخش اصلی دوره بشیم و طراحی قطعات رو با هم پیش ببریم.